جانم علی. من می‌خواستم بهتون بگم که خب همه جای دنیا هم قشر مربع وجود داره، هم شما از کجا زنگ میزنید؟ شما از نه یه لحظه یه لحظه صبر کن یه لحظه صبر کن من از عرال عزیزم، در این آمریکای 300 میلیونی اگر شما یه دونه بچه کار پیدا کردی تو خیابون، من به جایزه میدم. چی؟ توجه نکنید. گوش بده، گوش بده پسر جان. ببین تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه برای من تکرارش نکن. در آمریکا خوب دقت کن، هر کسی مختار است که زندگیش رو انتخاب کنه. در آمریکا یه تعداد آدم هستن هوملس بودن رو انتخاب میکنن. خوب گوش بده چی میگم، ولی حق ندارن بچه‌شون رو هوملس کنن. یعنی آدما انتخاب میکنن دائم الخمر بشوند، آدما انتخاب میکنند حتی کمکی رو که دولت بهشون میده برن ماریجوانا بکشن، ولی دولت وظیفش رو انجام میده. شما در آمریکا محال ممکن، تازه این سیستم پزشکیش زیاد خوب نیست، محال ممکنه که به یه بیمارستانی مراجعه کنی بیاد بگه اول پول بده. شما در آمریکا محال ممکنه که مادر دو تا بچه باشی، از نظر معیشتی گرفتار باشی، به دولت مراجعه کنی، دولت به داد گوش بده، گوش بده تو، من میدونم چی میخوای بگی، بگو بعدم بگو. محال ممکن است که یه مادر به دولت مراجعه کنه برای بچه هاش، دولت کمکش نکنه. آدم صحنه هایی هستش تو امریکا 100 درجه بدتر از ایران، کنار خیابون چادر زدن تو، ولی انتخاب کرده، طرف انتخاب کرده، به همون آدم دولت کمک مالی میکنه، سوشال سیکیوریتی میده. همون آدم اگر بچه داشته باشه حق نداره بچهشو بیاره کنار خیابون، بچهشو ازش میگیرن میبرن، چون این بچه انتخاب نکرده، بابا انتخاب کرده بره ماریجوانا بکشه، بره بکشه کراک کوک بکشه، بره بکشه، ولی انتخاب کرده. به همون آدم هم دولت بهش کمک مالی میکنه هر ماه. بفهمید حالا؟ بله. حالا اجازه ببینید، من هر بار با شما تماس گرفتم شما یک گاردی در مقابل من گرفتید. برای اینکه چرت و پرت میگی، برای اینکه عزیزم، برای اینکه آدمی هستی گوش بده. مأمور جمهوری شما هر کی یه کامنت مخالفت بگه میگی یا سایبری یا عامل جمهوری اسلامی. آقای محترم شما بالاخره اگر شما میگی من دارم انواع اقسام دیدگاه تو تلویزیون من هستم، خب به نظر منم احترام بذار. اصلا بهش احترام نمیذارم اتفاقا. شما همیشه گوش بده. خب به نظری که گوش بده، گوش بده. به نظری که درش سوء نظر وجود داشت باشه اصلا احترام نمیذارم. این مثالی که شما آوردی نشون میداد در نظر سوء نیت وجود داره. بعد هم برادر من یه حساب دیگه بکن، اصلا بیا از یه منظر دیگه ای. ایران تا زمانی که این بچه گرسنه رو کنار خیابون داره غلط میکنه به یمن پول میده، غلط میکنه به فلسطین پول میده، غلط میکنه به حزب الله پول میده. به شما نصبت میده؟ به چه نصبت بچه های ما باید بدون کف برن مدرسه، شیخ حسن نصرالله تیر خورده به کمرش گردنش کلفتر بشه؟ به شما نصبت؟ این نظره؟